بینندگان عزیز، سر سفره هفت سین هستیم در کنار هنرمند خوب دیگری چون سوزان روشن. سوزان جون خیلی خوش اومدی، عیدت مبارک باشه. عید شما همچنین، عید شما شهروز خان. قبل از اینکه تبریک بگی بذار من یه چیزی بگم. سوزان هم واقعا بد گفت جزء پدیده‌هایی است که در خارج از کشور خوش درخشیده است و امیدواریم که همیشه سوزان رو موفق ببینیم چون کارهای بسیار قشنگی رو هر سال ارائه میکنه و کارهای متفاوتی رو. حالا عیدت مبارک باشه. شهر جون دیگه ما تو این راه پیر شدیم عزیزم. من فکر کنم از لانگیز که تنین بوده من بیشتر از اون تو کار خوانندگی 15 سالی میشه دقیقا میخونم فکر میکنم. در هر صورت خدا همیشه حفظت کنه و همیشه آماده باشی برای کارهای جدید و بهتر. خب خیلی ممنون، متشکر. تبریک میگم عیدو به همه هموطنای عزیزم در سراسر دنیا، به همه کارکنای عزیز که امشب اینجا زحمت میکشن، پشت دوربین هستن. خیلی ممنون از لطف همگیتون، انشالله که خسته نباشین. عید همه مبارک. چه سفره قشنگ رنگینی مثل هر سال، مثل همیشه. از آقای مرتاد پاکروان برای همه زحماتشون و امیدوارم که امسال یه سال بسیار بسیار خوبی برای همه ایرانی عزیز بر سرسر دنیا باشه. برای تو هم همچنین. مرسی. پرسیزی جون گفتی 10-15 سال میخونی واقعا؟ آره عزیزم. اصلا بهت نمیاد. خب دیگه. من خب ویدیو جون خیلی کوچیک بودم. شروع کردم. یادم موقعی که شروع کردم میخوندم برنامه‌مو، اولین باری که رو صحنه رفتم، همیشه قبل از که برم رو صحنه شیر داغ بایستی که میخوردم و یه موقع که دیر رسیدم و اینا شیر نبود و اینا بهم گفتن خب حالا یه چیز دیگه بخور که گلو داغ بشینه. گفتم من فقط شیر داغ میتونم بخورم برم رو صحنه، که اینا به من میخندن. خلاصه از اون زمان خیلی میگذره. 15 سال حدود واقعا 13 سال واقعا خیلی پرکار و پرتلاش بودی و همیشه کارهای هنریت بسیار ارزنده بوده و هر دفعه که من دیدم که یک آلبوم قشنگی رو به بازار ارائه کردی هر دفعه با کارهای قبلی متفاوت بوده، به خصوص ویدیوهای خوبی که برای آهنگات انتخاب میکردی. صحبت از ویدیو شد، شنیدم که یک کار قشنگ میخوای بکنی و قرار هست که فکر کنم برای اولین بار هست که ویدیوهاتو به صورت یک ویدیو 2 ساعته یا 1 ساعت و نیم میخوای به بازار ارائه بدی. شهر جان من مدت هاست، خب سالهای ساله که ویدیوهای خب بسیار زیادی گرفتم ولی هیچ وقت اینا رو ندادم در بازار به صورت یک مجموعه بیرون، برای اینکه واقعا میخواستم اگر زمانی یک کار ویدیویی ارائه میدم به بازار به مردم واقعا یک چیزی باشه که موندنی باشه، کارهای توش باشه که ارزش کار هنری و نشون دادن تصویرهای میوزیک ویدیویی در سطح کارهای یک مقدار شاید اروپایی و امریکایی و سطح بالاتری وجود داشته باشه که بتونم این ارائه بدم. چون خب ویدیوهای معمولی همیشه آدم میگیره هستش و خب دوستانم همیشه میبینن در تلویزیون ها و ضبط میکنن، ولی همچین ویدیوهای اینطوری بهتره که یک مجموعه به صورت یک مجموعه بزرگ بیاد بیرون، که اینه که سالهای سال طول کشید ولی خوشبختانه این کارا تموم شد. شما خودتون که قسمت بزرگی از اونو رو داشتین، خیلی ممنون. کار خودتون هست در سر بیرون میاد، انشاءالله که آلبوم موفقی باشه. ویدیوهای بسیار بسیار پروداکشن قوی بزرگ هستش، به صورت فیلم هست و امیدوارم که مورد توجه همه ایرونی های عزیز قرار بگیره. از کام خدمتون که سوزان روشن جز خوانندگانی است، جز هنرمندانی است، شاید بگم جز معدود هنرمندانی است که به هر حال خیلی ارزش قائل میشه برای ویدیو گرفتن و همیشه ویدیوهایی که گرفته خیلی پرخرج بوده، کمابیش حتما تعدادیشو دیدید. اما خب به هر حال این میسر امسال قرار هست که انجام بگیرد که این مجموعه به هر حال در سراسر دنیا توزیع بشه. صحبت از ویدیوها هست، از سوزان روشن برای عید، برای نوروز، برای نوروز 1376 ما آهنگ داریم، اما چون حالا صحبت از ویدیو هست من میگم بی مناسبت نیست که بیایم ویدیوهایی رو که قراره شما به صورت مجموعه به بازار ارائه بدی، به طرفدارانت به هر حال ارائه بدی، بیایم قسمت هایشو برای دوستان پخش بکنیم. Yeah.
سوزان روشن، من به هر حال کار با هم دیگه زیاد کردیم برای ساختن ویدیوها. من همیشه دیدم آهنگات رو تو بیشتراش رو از سوژه ها انتخاب کردی. چرا این کار اصلا میکنی؟ چرا هر سوژه ای رو، یعنی دنبال یک سوژه میگردی که اون رو بکنیش در واقع شعر که بعدم ویدیو بسازی؟ سوال قشنگه. برای اینکه من فکر میکنم وقتی به هر چیزی نگاه میکنم، به هر مشکلی یا هر چیزی که تو زندگی برام خوشحالی میاره یا ناراحتی میاره، همیشه یه اونا یک سمبوله، یک سمبولیک، یه اسم داره، یک سوژه داره. سوژه های زندگی قشنگه که آدم اینا رو بشکافه. اینه که مثلا دو دل داده، مثلا کسی که مثلا بر اساس تصادف عاشق دو نفره، یا مثلا قمارباز، کسی که مثلا قمار دوست داره بازی کنه، یا دروغ نگو مثلا. اینا همه حالت سوژه دوست دارم بخونم، برای اینکه
بکره و تکرار نیست. دست نخورده. دست نخورده است و فکر میکنم هر کسی برای خودش یک میتونه تداول نظری بکنه در مورد اون سوژه که اون احساسی که میخواد شاید بتونه در اون شعر و در اون کارت بیافرینه. و خودم هم بیشتر دوست دارم، برای اینکه خیلی بازیگوشم و دوست دارم با من همیشه به ویدا میگم بازی کنم. بل با همیشه به ویدای عزیز گفتم این سوزان بازیگوشه، این باورش نشه. اصلا خدمت تو خوب، یکی از آهنگایی رو که اجرا کردی برای این روز امسال اسمش گوشواره است. این فلسفه گوشواره چیه؟ خب قشنگه دیگه، گوشواره. کسی واقعا خانم ها همیشه گوشواره میذارن به گوششون که خوشگل بشن، درسته؟ گوشواره میذارن. اما چقدر قشنگه بینندگان عزیز، آقایون بدون گوشواره چقدر زیبان، ماشاءالله. میگه توی گوشم یه دونه گوشواره دارم، گلوبندی از گلهای لاله دارم. دختر مشرقی ایران زمینم، از دیار عاشقا اصیل ترینم. بسیار زیبا. در صورت در سوزان روشن دو آهنگ جدید براتون ضبط کردیم که در طول برنامه براتون پخش خواهیم کرد، شاید هم زودتر از این قسمت از برنامه یکی از آهنگاشون رو دیده باشید. و اما به سوزان روشن بیشتر خودش رو سوا این که هنرمند میدونه، آیا خونه دارم میدونه یا خونه داری اصلا بلد نیست سوزن روشن؟ اتفاقا هستم شهرز جون. من که یه دونه تخم مرغ بیشتر از یه املت بیشتر نخوردم خونه تو. کوکو بادینجون کوکو اونو مامان عزیز درست کرده بود. یه مامان مردایی داریم زب داریم میم درست میکنم یا همچی؟ نه جدی خونه دارم هستی سوزن؟ آره هستم. جدی؟ از کی یاد گرفتی؟ باز مامانم اونجا نشسته می بودم. بله خانم. من یه روزی بعد مامانم رو بیارم جلو دوربین. گفتم بهش خودم دیگه سال دیگه، ولی قول داده که تا موقع پیر نشه وقتی میاد جلو دوربین. نه ماشاءالله مامان همیشه جوان و سرحال هستم و خوشحال هستیم که یک مادر همچین دلسوزی داری که من میبینم همیشه سر ضبطای برنامه میاد و غذای خوشمزه‌اش هم همراهش میاره. برای بعضیایی که ویجیتریان میاره، برای کسایی که خوب گوشتی هستن غذای گوشتی. در صورت واقعا آرزو میکنم که همیشه موفق و پیروز باشی. مرسی. در کنار خانواده، در کنار مادر عزیزت، مرسی. پدر گرامیت، و همیشه به آرزوات برسی. ما واقعا خوشحال هستیم که همیشه در کنارمون هنرمندای خوبی داریم. تو جز هنرمندانی هستی که همیشه واسه کارهات ارزش قائل هستی و همیشه سعی میکنی که یک نوآوری داشته باشی در کارهات، و به خصوص همیشه سعی میکنی که ویدیوهای خوبی رو تهیه بکنی. مرسی. مثل که قطار اومده و میخواد ما رو برداره به واقعه ایران، ظاهرا صدای بوقش هم داره میاد. خب اگر صحبتی نه اینه دنبال من اومده. دنبال شما اومده. پیامی چیزی داری سیزی کنید؟ والا پیام که من یک مصاحبه داشتم توی صدای امریکا، ویس آف امریکا، که این به صورت ماهواره فکر میکنم در همه جا پخش شد. اونجا چون واقعا احساس میکردم که میتونم با همه هموطنام، مخصوصا در هموطنایی که در کشور ایران هستن، ارتباط مستقیم داشته باشم، یه احساس و انقلابی در من کوچک ایجاد شد که یه شعر، همینطوری شعر نه، یه چیزی نوشتم تمام احساسمه. میدونی که بعضی موقع شعر آهنگهای خودم و من بعضی هم مثلا مینویسم دیگه معمولا. اینه که دوست داشتم این پیامو بخونم بر اگه اجازه بدید. خواهش میکنم. خب بریم گوش بکنیم ببینیم سوزان چه حرفی برای یه گفتن دارد. ای هموطن، فرسنگ ها از شما دورم و از عشق شما و بوی وطن محرومم. به زبان مادری با همه وجود میخوانم و در آرزوی دیدن روی ایرانم. عشق وطن دوستی را در بچگی از کشورم آموختم و از نوجوانی در این غربت مهمانم. با ایمان و شجاع و امیدوارم هوشیاری و خوشحالی و عشق شما را آرزو دارم. ضعف و ناامیدی را بیگانه می دانم و هرگز از شکست در ترانه هایم نمی خوانم. سختی و تحمل و ستیز را طالبم و در شعرهایم یکایک از آنان یاد دارم.
شجاعت و قدرت در پرواز آزادانه روح و روان است و روح در عذاب نادانی و نادرستی چون عضوی در انسان زندان است. در ماه مهر به دنیا آمدم و ترازوی عدالت است نشان کردارم. روحم را به پروازی عاشقانه و آزاد به این کف و سرنوشت و سعادت و آرزو را به آن کف دادم.